گراس در گذشته همین چند سال اخیر جزء فان بود، مخصوصا تو 1960s که دیگه درگ آکاهول اند سکس بود. اما خوشبختانه یعنی حتی چند ماه گذشته و یک سال گذشته، دو سال گذشته، هی داره بیشتر پروفش داره بیشتر و بیشتر میشه، مثل الکل که داره پروفش بیشتر و بیشتر میشه. از کلاس فکر میکنم سی یا دی اومدی کلاس بی شده، یعنی بعد از هروئین و شیشه قرار گرفته. This is really really serious. خیلی جدی بگیری، چون رفتن دیدن کسانی که تو تیمارستان ها خوابیدن و مشکل شیزوفرنیا دارن، اکثرنشون وید استفاده میکنن. یکی از اثبات های پروفش از تحقیقش و پژوهشگرش از بیمارستان های تیمارستان ها بود که دیدن اینا اکثر اینایی که شیزوفرنیا دارن از وید شروع کردن، وید هیچ مواد دیگه هم استفاده نکردن و وید استفاده میکردن. متاسفانه بچه ها توی مدرسه معمولا مثل همون که سیگار بکش تا مردویتون نشون بدید تا اینکه کولی یا کول هشش، هم بعضی وقتا میان سراغ بچه ها که کون من ایس کول، یا اگه ناراحت هم دست مامانم بابا یا بوی فرند هم و گیر فرند هم کون من ایس کول یو گونه فیل گود. این با من هم استفاده میکنم که از اونا دور نباشم، من هم جز اینا باشم چون ممکنه که ترک بشم. اینا تیکای دوباره تیکای تینیجری هم هست، خیلی از بچه های تینیجر استفاده کردن ولی خوشبختانه معتاد نشدن. ولی ما نمیتونیم همینطوری رو هوا بگذاریم که چون هیچ کس نشده. امکان این درصد بسیار ضعیفی هست که مرحله بشه رد بشه بره، ولی امکان خطر خیلی جدی هم داره که رد نشه بره. فردا تو زندان بچه تا تو تینیجری بیفته تو زندان کارش تمامه. اینا مسئله خیلی جدیه که اینا رو باید جدی بگیریم، نه یه کلمه که چرا به من گفته رود صحبات که بهت گفت اصلا رود، چرا انقدر گنده میگیری، چرا انقدر مهمه برات عزیزم. It's okay. اینا مرحله درس ماست، زندگی ماست. اگه باهاش ناراحتی بیا از خودت با خودش صحبت کن. اصلا بفرست بیرون. اینه که میخوام حواسمون رو جمع کنیم، تربیت بچه‌مون رو بیشتر کنیم، توجه های اصولی رو بچه‌مون بیشتر کنیم، نه اینکه گیر بدم به شوهرم یا گیر بدم به زنم. ایناست که بچه‌هاتون رو از بین میبره، نه اینکه به چه حقی اون فلانی به من گفت رود. فلانی فلانیه که غریبه است. تو درون خانه چجوری رفتار داری میکنی؟ تو اون خانه این رابطه و این امنیت چجوریه؟ اینا خیلی مهمتره که حالا یه بیشعوری یه چیزی به تو یا به بچت گفته. اینا اصلا اونا رو ولش کن، let go کن. به بچت یاد بده let go کردن، نه گیر دادن بلکه let go کردن. چون تو اگه let go نکنی بچت از کی یاد بگیره let go کنه؟ وقتی ببینه تو هنوز روی مسئله حساس، هنوز این مسئله برای تو مهمه، هنوز بهش میگی نه من خیلی ناراحتم که تو ناراحت شدی، don't worry. اصلا اسپیس، فضا، زمان، بچه ها یادشون میره، تینیجر ها خیلی چیزا یادشون میره. همه چی ما همه چی یادمونه تو تینیجر یادمون میره. این لنگو کردن یکی از اساسی ترین شخصیت من نوعی و من پدر و مادره که بچه ها هم از ما بیارن.